امشب در 24 هشدارها به اسرائیل درباره ترور رهبران حماس در خارج. همزمان ارتش اسرائیل میگه عملیاتش رو در جنوب غزه گسترش داده. واکنش‌های تازه به حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری. بریتانیا میگه ایران مسئول اقدامات گروه‌های نیابتی شه. و آتش سوزی در دفتر سازمان مجاهدین خلق در برلین. پلیس آلمان گفته به کسی آسیبی نرسیده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. در روز 59 جنگ سی ان ان میگه ارتش اسرائیل عملیات زمینیش رو در جنوب غزه شروع کرده. در همین حال یک روز بعد از گزارش رسانه اسرائیلی کان درباره قصد سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت برای ترور مقامات حماس در ترکیه، لبنان و قطر، حالا آنکارا هشدار داده و گفته این کار برای اسرائیل پیامدهای جدی خواهد داشت. در حالی که ارتش اسرائیل از حمله هوایی به 200 هدف مرتبط با حماس در 24 ساعت گذشته در خبر داده، شرکت مخابراتی پلتل اعلام کرده این حملات باعث قطع خدمات مخابراتی در شهر غزه و همینطور شمال این باریکه شده. ما در شمال غزه دنبالشون کردیم، حالا داریم در جنوب غزه هم دنبال حماس میگردیم. ما با تمام قوا علیه تروریست ها و زیرساخت‌های حماس عملیات میکنیم و در عین حال سعیمون اینه که آسیب به غیر نظامیانی که حماس دور خودشون به عنوان سپر قرار داده رو به حداقل برسونیم. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ماست. بابک، با تازه ترین ها شروع بکنیم، روی زمین اوضاع چطوره؟ یک ترتیبی به آنچه که از شب دیشب شروع شد بدهم. ارتش اسرائیل حملات خودش در شمال نوار غزه را هنوز داره ادامه میده. هنوز چند محله در شمال نوار غزه وجود داره که در اون افراد حماس هستند و مقابله میکنن و مقاومت میکنن. شجاعیه هستش، جبالیه هستش و زیتون که در اونجا عملیات ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره. امروز گفته شد که ارتش اسرائیل پیشرفت‌های چشمگیری در جبالیه و هم در شجاعیه داشته. در کنار اون در جنوب نوار غزه حملات شدید اسرائیل امروز ادامه داشت. وقتی میگویم حملات شدید، تا حدی این حملات سهمگین بود که من در تل آویو هم صدای بمباران در نوار غزه را به خوبی میشنویدم. گفته شده که اسرائیل امروز از بمب‌های دوتونی استفاده کرده، بمب‌های سنگر شکن که میتونه پناهگاه‌های افراد حماس را در زیر زمین دنبال بکنه. امروز کانال 12 اسرائیل فیلمی را نشون داد که دو تن از افراد برجسته حماس با اینکه چهره‌شون را نذاشتن که کسی ببینه وارد بیمارستان شدن، زخمی بودن. پلیس حماس از افرادی که اون دور و بر بودن حتی با کتک زدن اونها سعی کرد که اونها را عقب برونه. همینطوری که گفتم جاده صلاح الدین کاملا بسته شده و قرار هستش که افراد، شهروندان از جای دیگه‌ای به سوی جنوب اسرائیل برن. ارتش اسرائیل زمینی وارد جنوب غزه شده. در داخل اسرائیل الان ارزیابی از میزان و توان حماس برای ادامه جنگ چیه؟ در اسرائیل ارزیابی بر این است که حماس هنوز احساس پیروزی میکنه و مست پیروزی 7 اکتبر هستش، به ویژه یحیی سنوار که گفته شده که حتی دیگر سخنان اسماعیل هنیه در قطر را هم گوش نمیکنه و تنها خودش و محمد دف، رئیس ستاد نظامی حماس هستند که تصمیم ها را میگیرن و اتفاقا خشنتر و سخت‌تر در رابطه با گروگان‌ها هم صحبت می‌کنند. یکی از افراد حماس به یکی از خبرنگاران عربی در اسرائیل امروز گفته که امکان تسلیم و یا فرار و یا مهاجرت از غزه وجود نداره. به گفته او اسرائیلی‌ها نمی‌دانند که ما به صورت جهادی مبارزه می‌کنیم، می‌جنگیم و به صورت جهادی هم خواهیم مرد. ما با عرفات سال 1982 بسیار فرق داریم و ما از
غزه بیرون نخواهیم رفت و پرچم سفید را بالا نخواهیم داد. فرداد یک سخنی هم در رابطه با سخنان رونن بار بگم که رئیس شباک شین بت اسرائیل که دیروز افشا شد که گفته بود که افراد حماس را در ترکیه، قطر، مصر و لبنان شکار خواهیم کرد و همانطوری که گفتی دولت ترکیه هشدار داده که این اجازه را به اسرائیل نخواهد داد. رونن بار گفته که ما مینخن را دوباره داریم تجربه می‌کنیم. المپیک مینخن در سال 1972 11 ورزشکار اسرائیلی در اونجا به وسیله فلسطینیان در اون المپیک کشته شدند و اسرائیل تا سالها بعد دونه دونه اونهایی را که در این کشتار شرکت داشتند در اقصانقاط جهان پیدا کرد و یکی یکی اونها را کشت. در اسرائیل گفته میشه که فصل شکار موساد آغاز شده. ممنونم از تو همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما. هارتس میگه 58 روز بعد از جنگ اسرائیل با حماس، آمریکا به وضوح با اسرائیل درباره اهداف اعلام شده به اختلاف رسیده. به گزارش هارتس، هدف اصلی آمریکا جلوگیری از گسترش درگیریه، در حالی که اسرائیل به دنبال تشدید تنش در کرانه باختری و لبنان. بنابراین گزارش، یکی دیگر از اختلافات واشنگتن و تل آویو چگونگی مدیریت کردن غزه بعد از پایان جنگ، در حالی که مقامات ارشد آمریکا خواهان حکومت تشکیلات خودگردان فلسطینیان، نتانیاهو گفته میخواد یک منطقه حائل در داخل غزه ایجاد کنه. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه به نخست وزیر اسرائیل گفته اشغال غزه یک اشتباه بزرگه، گفته بود تشکیل دو کشور تنها راه حل برای پایان مناقشه بین اسرائیل و فلسطینیان. من برای اسرائیلی‌ها بیبی و کابینه جنگش روشن کردم که فکر می‌کنم تشکیل دو کشور تنها راه حل واقعیه. من نمیتوانم بگویم که این وضعیت چقدر ادامه پیدا میکنه، اما میتونم بگم بدون راه حل دو کشوری این وضعیت تمام بشو نیست. من برای اسرائیلی ها روشن کردم که فکر میکنم اشتباه بزرگیه اگه اونها فکر میکنن که میتونن غزه رو اشغال کنن و آنجا بمونن. فکر نمیکنم این کار جواب بده. شما شاهد تلاش هایی به خاطر این موضوع هستید. وارد جزئیات نمیشم چون گام های بعدی با کشورهای عربی و دیگران داره مذاکره میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با مساق معماریان در حرف خواب ایالات متحده داره از اسرائیل دفاع میکنه، از نظر نظامی هم کمک کرده، ولی فکر میکنید چقدر این نگرانی در اسرائیل وجود داره که ممکنه در طولانی مدت پشت اسرائیل رو خالی کنن؟ به نظرم این پشت اسرائیل خالی کردن نخواهد بود. مشخص هستش که ناسازگاری وجود داره بین اون چیزی که دولت اسرائیل، دولت نتانیاهو داره انجام میده و اون چیزی که دولت آمریکا از دولت اسرائیل خواسته. مهمترین مسئله که وجود داره، شما اشاره بهش کردین، مسئله مدیریت جنگ هستش. الان در طی هفته‌های گذشته ایالات متحده تلاش کرده که دامنه جنگ محدود بمونه. روزنامه هارس به طور واضح اشاره میکنه که دولت اسرائیل، دولت دستراسی اسرائیل، آقای نتانیاهو بی پروا از این که بخواد که دامنه جنگ رو، دامنه مناقشه رو گسترش بده استقبال میکنه. در واقع هم در کرانه باختری هم در خصوص لبنان به این مسئله اشاره کرده که به دلایل سیاسی آقای نتانیاهو داره این کار انجام میده. مسئله دوم نحوه این هستش که چجوری با حماس مقابله کرد. اون چیزی که در واقع اسرائیل مطرح میکنه که برای از بین بردن حماس باید غزه رو با خاک یکسان کرد و غزه رو نابود کرد، این چیزی نیستش که مورد نظر ایالات متحده باشه، مورد نظر کشورهای عربی باشه، متحدان اروپایی، آمریکا باشه، و این چیزی هستش که همین الان آقای بایدن که شما هم فیلم نشون دادین بهش اشاره کرده. بنابراین در این مسئله با هم اختلاف نظر دارم. و مسئله سوم مسئله مهمتری هست، خصوص دوران بعد از جنگ هستش که چجوری اسرائیل میخواد که این مسئله رو مدیریت بکنه و قرار هست که چه کسی به هر حال در غزه حکم فرما، یعنی اونجا رو اداره بکنه. در این خصوص هم قطعا هم مقامات اسرائیلی بود مقامات آمریکایی دیدگاه بسیار متفاوتی دارن. اون چیزی که اسرائیلی الان دارن میگن این هستش که برای مردم اسرائیل مشخص هستش که دولت آمریکا میخواد حمایت بکنه و چک سفید کشیده از همون اول برای اسرائیل، همه جوره پای اسرائیل وایساده، ولی دولت آقای نتانیاهو که در یک پرتگاه سیاسی هست از این امتیازاتی که گرفته سوء استفاده میکنه
و میخواد خودش در یک موقعیتی قرار بده خود آقای نتانیاهو که بگه که من در مرز یک پیروزی بودم و از بین بردن حماس و این ایالات متحده بود که اجازه نداد که من پیروز بشم و در واقع اینجوری مسئولیتش به گردن آقای بایدن و دولت آمریکا بندازه. از این جهت مشخص است برای بسیاری از مردم در داخل اسرائیل که اون کاری که داره در واقع آقای نتانیاهو می‌کنه قمار بزرگ هست، یک مسئله هست که میتونه که به هر حال هزینه زیادی برای دولتش داشته باشه و برای اسرائیل میتونه که هزینه زا باشه. آقای معماریان، مستقیما شاید مرتبط به حرفم نباشه ولی همین الان که داریم حرف میزنیم دیدم جک سالیوان از شورای امنیت کاخ سفید داره صحبت میکنه. آقای سالیوان در دقایق گذشته گفته که سلاحایی که حوثی‌ها در دریای سرخ استفاده کردن، الان تصاویر زنده‌اش هم داریم، گفته سلاحایی که حوثی‌ها استفاده کردن در دریای سرخ از ایران آمده. این چقدر فکر میکنید میتونه معادلات رو عوض کنه؟ همونطور که اشاره کردم در طی هفته‌های گذشته قطعا ایالات متحده در اون استراتژی اولش این بوده که دامنه جنگ از غزه فراتر نره، ممکن استش که سراغ ایران بره، در شکل‌های دیگه تلافی بکنه، پاسخ ایران رو بده، ولی تا الان حداقل نشون داده که مایل نیستش که شرایطی که در غزه وجود داره رو، این جنگ رو گسترش بده، چه از طریق لبنان باشه، چه در کرانه باختری باشه، چه در سوریه و ایران باشه. ولی من به نظرم میاد که اگر که این تحرکات ادامه داشته باشه، قطعا سیاست بازدارندگی ایالات متحده یه بخش شامل این خواهد بود که یک جواب بسیار قدرتمند به ایران یا گروه‌های نیابتی ایران بده. بنابراین ما میتونیم در طی روزهای آینده، هفته‌های آینده شاهد این باشیم که موازنه این نیروها با یک برخورد جدی نیروهای ایالات متحده در منطقه مواجه بشن و عملا این پیام رو به این نیروها بدن که این جور اقداماتی که میتونه یعنی در جهت افزایش دامنه تنش هست بی پاسخ گذاشته نمیشه. الان هم در واشنگتن این بحث در خیلی جدی هستش که اون سیاست بازدارندگی ایالات متحده باید یک خط مرزی داشته باشه که مشخص باشه برای طرف مقابل که اگر اون خط رو رد بکنه و اگر قرار باشه که دائما اطراف اون خط رفت عبور بکنه، با پاسخ جدی مواجه خواهد شد و خواستار این هستن که ایالات متحده یک پاسخ جدی‌تری نشون بده که بتونه که سیاست بازدارندگی خودش رو دقیقاً اعمال بکنه. ممنونم از شما. میدم ماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. همونطور که بهتون گفتم جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید داره در کاخ سفید صحبت میکنه. دقایق پیش آقای سالیوان گفتش که سلاحایی که حوثی‌ها در یمن از اون استفاده کردن برای پرتاب موشک به سمت دریای سرخ از ایران آمده. آقای سالیوان هم طور گفت که فعلا خیلی زود هستش که یک درک تمام جانبه در مورد آنچه که در غزه در جریان هست داشته باشیم. اجازه بدید کوتاه بخشی از حرفاش رو بشنوید. Civilian men, the wounded and ultimately all of the hostages, the IDF soldiers being held there. We the United States of course look at that negotiation and think, okay, how do we get back to it? The easiest, most straightforward way to get back to it would be for Hamas to be held accountable for not following through on its end of the bargain. But then we also have to think about how we get all of our American hostages out, and we are giving thought to that as well. And, you know, handicapping forms of leverage or precise strategies for how we go about that. هست که داره صحبت میکنه آقای سالیوان در مورد پیچیدگی های تلاش های آمریکا هم برای مسئول نگه داشتن حماس میگه و هم در مورد آزاد کردن گروگان ها از داخل غزه که بعضی از اونها میدونه شهروندان آمریکایی هم هستن. داریم رصد میکنیم صحبت های او رو. به محصی که نکته مهم دیگری بگه حتما شما رو هم در جریان قرار خواهیم داد. جک سالیوان هست مشاور امنیت کاخ سفید در داخل کاخ سفید در صحبت با خبرنگاران. دولت بریتانیا در بیانیه درباره حمله اخیر حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ گفته ایران مسئول اقدامات گروه‌های نیابتی و متحدانشه. بریتانیا با محکوم کردن حمله حوثی‌ها گفته این کشور به تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های منطقه متحده. سه کشتی تجاری یک شنبه در آب‌های بین‌المللی جنوب دریای سرخ مورد حمله قرار گرفتن و حوثی‌ها میگن دو کشتی اسرائیلی رو با پهپاد و موشک هدف قرار دادن. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هم دیروز در بیانیه ایران رو مسئول ناامنی‌ها در دریای سرخ خونده بود. در بیانیه دیروز سنتکام آمده که آمریکا در هماهنگی کامل با متحدان و شرکای بین‌المللیش پاسخ‌های مناسبی رو علیه این حملات در نظر می‌گیره. حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی و علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده، طی هفته‌های گذشته بارها به سمت اسرائیل پهپاد و موشک شلیک کرده و یک کشتی تجاری رو هم ربودن.
شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک با ما. سنتکام دیروز، بریتانیا امروز و همین الان هم آقای جک سالیوان در کاخ سفید داره میگه که حوثی‌ها نه فقط از ایران فرمانبرداری دارن، بلکه سلاحاشون هم از تهران اومده. اولین جوابی که ما از وزارت دفاع آمریکا شنیدیم وقتی که حمله کردن حوثی‌ها برای من جالب بود، چون گفتن میدونیم که ایران تامین کننده تسلیحات است، ولی اینکه فرمان مستقیم رو داده باشه هنوز هیچ مدرکی نداریم. ما رو یاد همون موضوع هفته اکتبر انداخت که دوباره همون موضوعاتی که آیا ایران دستورش رو داده یا نه. ما میدونیم تامین کننده حماس بوده، تمام آموزش‌ها رو داده و اینجا نشون میده که چقدر آمریکا داره سعی میکنه هر جوری شده درگیر نشه و جمهوری اسلامی چقدر به نظر من ناخردانه داره سعی میکنه تنش رو بالا ببره. چون که ولی اینجا چیزی که بریتانیا داره میگه به ما، یه به نظر من یه چیز دیگر رو میگه، اینه که این تنش ها دیگه با تنش زمینی فرق میکنه. اینکه حملات گروه های شبه نظامی مثل هشت شعبی یا گروه های دیگه ای که حالا میدونیم ما الان در مورد پراکسی داریم صحبت میکنیم، گروه های شبه نظامی ها هم داریم، یک پروسه جدید تو عراق داریم شاهدش هستیم، حتی تو دنیا آکادمی برای ما جدیدی که در موردش صحبت میکنیم، چه پدیده جدیدی هست. ولی زمین الان دریایی با زمینی فرق میکنه، چون که زمینی ها فقط در مورد آمریکا بوده، پایگاه های آمریکایی مورد حمله این گروه ها قرار می گرفتن، چه در سوریه چه عراق. ولی الان این چی مورد حمله قرار می گیرن؟ کشتی های تجاری بریتانیایی، اقتصاد چین رو هم در نظر بگیرید، تمام این کشورهای جهانی که ناو دارن، نه تنها که خب از نظر اقتصادی مهمه، این باریکه 25 کیلومتری برای اینکه چون که موضوع بریتانیا و کشورهای دیگه هم وارد این بحث میشن، اینجا میشه بین المللی. اینجا چون که بعد مورد ما اقتصاد و امنیت اقتصاد جهانی صحبت میکنیم، به نظر من اکترهای دیگه هم وارد میشن و اینجا آیا یک کوالیشن، یک ائتلاف جهانی علیه حوثی ها و غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی درست میشه؟ اگه ادامه پیدا کنه احتمالش زیاده. یه تفاوت فاحشی هم که حوثی ها با مابقی دارن در این جنگ فعلی اینه که رسما اعلام جنگ کردن علیه اسرائیل و دارن موشک‌های بلند میان بردم استفاده میکنن برای دریای سرخ. چقدر فکر میکنید که میتونه برای خود حوثی‌ها انتحاری باشه؟ چون دشمن کم ندارن، عربستان سعودی هست، ایالات متحده و الان اسرائیل هم بهش اضافه شده. چیزی که الان داریم در مورد حوثی‌ها، در مورد حزب الله، در مورد اون گروه‌ها اینه که جمهوری اسلامی داره استفاده بهینه رو انجام میده، استفاده بهینه تا جایی که بتونه فشار رو بیشتر کنه. وقتی که بدون فشار تا حدی بالا میره که ممکنه حمله برگرده به طرف خودش، به نظر من اونجا که فتیله رو یه خورده پایین‌تر شاید بیاره، اگه نخواد اون هم داره با آتش بازی می‌کنه، اگه نخواد اون آتش دامن ایران رو بگیره، باید اون حملات رو کمتر کنه. ولی حوثی‌ها شکننده‌تر از حزب الله هستن اینطور نیست؟ چون الان لبنان در جنگ نیست، ولی یمن عملا همچنان در یک ائتلاف بین‌المللی علیهش در جنگ دیگه. و موقعیت حزب الله با یمن فرق می‌کنه، با حوثی‌ها فرق می‌کنه. حزب الله قسمتی از حکومت و سعی می‌کنه هر جوری شده اون مردم ناراضی لبنان رو راضی نگه داره، برای همین نمیتونه وارد جنگ بشه. ولی حوثی‌ها این محدودیت رو ندارن، چون که یک قسمت از یمن رو در دست دارن و هنوز هم در جنگ هستن. حالا بماند الان که فشاری که در دولت بایدن هم هست، یکی از تصمیماتی که از هم روز اول هم که فشارهای گروه‌هایی در داخل واشنگتن بودن، گفتن نه به خاطر موضوعات حقوق بشری، چون که باید به یمن کمک کرد و اگر حوثی‌ها از لیست ترور بیرون نیاد نمیتونیم پروسه حقوق بشری رو یا کمک به مردم رو اونجا ادامه بدیم، باید حوثی‌ها خارج بشن از لیست ترور. و الان معلوم میشه همین مشاورایی که راپورتای آنچنانی میدن، بایدن رو دچار چه اشتباهی کردن که الان دوباره باید برگرده حوثی‌ها رو در داخل گروه تروریستی بذاره و به جز اینکه برگرده اروپایی رو هم همراه کنه که بتونه یک تصمیم منطقی بگیرن. ولی به نظر من چیزی که برای من جدیده و جالبه تو این حملات موضوع چینه، چون که اینجا دیگه جمهوری اسلامی که روابطش خیلی خوبه با چین، اینجا فقط منافع آمریکا به خطر نمیفته، منافع تنها کسی که تنها یاری که جمهوری اسلامی داره و نفت و خیلی با قیمت پایین میدونیم به چی میفروشه، اینم هست. حالا بماند، خب راپورتایی هم که میدونیم بایدن در آخرین نشستی که با شی جی پینگ داشته در آمریکا در سان فرانسیسکو، از شی جی پینگ خواسته بود، از چین خواسته بود که به ایران فشار بیاره که حملات گروه‌های شبه نظامی رو کم کنه، و چین گفته بود ما اینو گفتیم. یعنی چیزی که نشون میده این جواب و پاسخهایی که بین سوال و پاسخهایی که بین بایدن و شی جین پینگ و چین وجود داره، یعنی چین هم داره میره اون طرف که بله میدونه این شبه نظامی فقط به ضرر آمریکا نیست، به ضرر خود چین، و حالا بماند بریتانیا و ائتلاف جهانی هم ممکنه وارد این چنین درگیری بشن. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک. جک سالیوان رو هم ببینید همچنان در کاخ سفید داره صحبت میکنه با خبرنگاران.
پلیس آلمان از یک آتش‌سوزی مشکوک در دفتر سازمان مجاهدین خلق در شهر برلین خبر داده. پلیس برلین گفته که در این آتش‌سوزی به کسی آسیبی نرسیده و تحقیقات پلیس در حال انجامه. در بیانیه پلیس به عامل یا عوامل این آتش‌سوزی اشاره نشده. سازمان مجاهدین خلق مدعیه که مهاجمان وابسته به جمهوری اسلامی با پرتاب مواد آتش‌سوز به سمت ساختمان این آتش‌سوزی را ایجاد کردند. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. با جزئیات بیشتر چه میدونیم احمد؟ فرداد، حدود 2:15 بامداد بوده که ظاهراً اونطور که خود اعضای سازمان مجاهدین خلق میگن بیش از 2 نفر بودن، یعنی ولی 2 نفرش قطعی هستش که با مواد آتش‌سا در واقع به این ساختمون حمله ور میشن و خب آتش میزنن اونجا رو. و خب به محض اینکه آتش سوزی اتفاق میفته هم همسایه ها متوجه میشن و هم خود کسانی که در اون ساختمون حضور دارن و خب پلیس و آتش نشانی رو خبر میکنن و خب آتش سوزی رو خاموش میکنن. اعضای سازمان مجاهدین خلق معتقدن که در واقع به غیر از اون 2 نفری که در واقع اومدن و این کار عملیاتی رو انجام دادن، 3 نفر دیگه هم احتمالاً بودن که اینها رو پشتیبانی میکردن و پلیس تمام تحقیقات خودش رو آغاز کرده و در واقع اعضای سازمان مجاهدین خلق هم اطلاعات کافی رو به پلیس دادن و پلیس هم تحقیقات خودش رو هم به صورت محسوس و هم به صورت نامحسوس آغاز کرده. خب امروز که با برخی از اعضای این سازمان صحبت می‌کردم و همونطور که در بیانیه‌شون هم اومده، جمهوری اسلامی رو مظنون این ماجرا می‌دونن و معتقدن که پیش از این بارها تهدیدهایی رو از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده بودن و این بار این تهدید عملی شده از سوی عوامل جمهوری اسلامی و این رو هم میدونیم که خب در گذشته، به ویژه در چند ماه گذشته، بارها دستگاه‌های امنیتی آلمان بر این نکته تاکید داشتن که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که مخالفان خودش رو در خارج از مرزهای ایران، به ویژه در کشورهای اروپایی، تحت فشار قرار بده. ما بارها در گزارش‌هایی که اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان منتشر کرد که دستگاه امنیت داخلی آلمان هست، به این نکته اشاره شد که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به مخالفین خودش ضربه بزنه، به ویژه بعد از خیزش مردم ایران در سال 1401 که این روند افزایش بیشتری رو پیدا کرد. یک نکته دیگه هم که به هر حال خیلی مهم هست باید بهش اشاره بکنیم این هستش که ما در 9 ماه نوامبر شاهد این بودیم که یکی از سیاستمداران اسپانیایی که مدت 15 سال معاون پارلمان اروپا بود در مادرید ترور میشه و خب به تازگی هم چند نفری رو در این خصوص بازداشت کردن. اتفاقی که میفته یک روز بعد از این ترور، سفارت جمهوری اسلامی در مادرید یک بیانیه‌ای رو صادر میکنه که اینو میشه در نشریه فرانکفورت آلگماین سایتون که در همون روز منتشر میشه دید، مطلبش هست و خب در اونجا اشاره میشه به اینکه جمهوری اسلامی تمام دشمنان خودش رو هر جا که باشه هدف قرار میده و حالا اعضای سازمان مجاهدین خلق معتقدن که این در واقع یکی از تهدیدهایی هستش که از سوی جمهوری اسلامی عملی شده و اشاره بعدیشون هم به این هستش که در واقع کشورهای اروپایی این گونه تهدیدها رو از بس که نادیده گرفتن و از طرف دیگه هم شخصی مثل اسدالله اسدی که در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده بود خیلی راحت او رو مبادله میکنن با زندان دو تابعیتی، این اجازه رو به جمهوری اسلامی میده که نه تنها تهدیدات خودش رو بیشتر بکنه بلکه تهدیدات خودش رو برای هدف قرار دادن مخالفان خودش در خارج از مرزها عملی بکنه. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. آژانس خدمات مرزی کانادا در بیانیه گفته از ورود 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده. این آژانس از بررسی پرونده 141 فردی که دارای اقامت کانادا هستند و ممکنه با جمهوری اسلامی مرتبط باشند خبر داده. در بیانیه پلیس امنیت مرزی کانادا که در اختیار خبرگزاری ABC قرار گرفته، اومده که این آژانس در حال بررسی پرونده شماری از وابستگان جمهوری اسلامی در این کشور. 9 پرونده از 141 پرونده بررسی شده در این آژانس به کمیسیون شرایط اقامتی در دادگاه ارجاع شده. اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر از تورنتو کانادا با ما. آقای زارزاده، چقدر این تغییر روی کرد میشه توصیفش کرد از سمت دولت کانادا؟ با درود، اتفاقاتی که الان میفته در واقع از قبل در قوانین ما
مهاجرت و پناهندگی کانادا وجود داشته و باید زودتر اعمال میشد. یعنی بارها این اعتراض وجود داشت به دولت کانادا که وقتی ما این قوانین رو داریم که میتونه جلوی ورود مقامات جمهوری اسلامی و حتی از کشورهای دیگر رو بگیره، چرا اعمال نمیشه؟ در واقع اتفاق جدید فقط این نیستش که در واقع این قوانین داره اعمال میشه، بلکه دولت کانادا یک بودجه‌ای رو برای این کار اختصاص داده که به صورت گسترده دارن در مورد حضور عوامل جمهوری اسلامی در داخل خاک کانادا تحقیق میکنن و از طرفی هم پرونده هایی که از قبل ارائه شده در دست بررسی هست، یا اینکه بررسی شده براشون ویزا صادر شده یا حتی اقامتشون داده شده و هنوز کانادا نیومدن، آنها رو هم دارن بررسی میکنن. الان نزدیک 18,000 پرونده بررسی شده و همچنان هم ادامه داره و این نشون میده که به هر حال رویکرد دولت کانادا عوض شده. بعد سالها تغییراتی داره ایجاد میشه. خب فشارها هم زیاد بود، حتی رسانه‌های کانادایی هم به جز فشاری که ایرانی کانادایی ها آوردن یا نهادهای حقوق بشری یا ماها که بارها در دولت، پارلمان، جای مختلف دیدارهایی داشتیم، فردا هم اتفاقا در همین زمینه در پارلمان چندین جلسه داریم، رسانه‌های کانادایی هم بعد سالها سکوت رو شکندن و شروع کردن در این زمینه صحبت کردن، از جمله سی بی سی و گلوبال تی وی که خیلی تاثیرگذار بود و بخش کیفری پلیس فدرال کانادا الان شروع کرده این بخش رو داره فعال میکنه، چون قبلا بودجه نداشتن، الان این امکان براشون فراهم شده، دارن این اقدامات رو انجام میدن. اما این کافی نیست و ما تلاش داریم میکنیم که این مسئله یه مقداری جدی‌تر دنبال بشه. ممنونم از شما اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر از تورنتو کانادا. پلیس فرانسه گفته مادر آرماند رجب‌پور میاندواب که متهم به کشتن یک گردشگر آلمانی 23 ساله و زخمی کردن دو شهروند دیگه در پاریس، پیش از این نگرانی‌هاش رو نسبت به وضعیت روانی پسرش به پلیس گزارش کرده بود. مادر او گفته بود فرزندش روند درمان روانیش رو متوقف کرده، اما می‌ترسیده از او درخواست کنه که در بیمارستان بستری بشه. به گفته پلیس این ترس مادر مظنون منطقی به نظر می‌رسیده. شنبه شب به وقت محلی آقای رجب‌پور میاندواب با سر دادن فریاد الله اکبر با چاقو به گردشگران حوالی برج ایفل حمله کرده بود. مظنون پیش از این هم به اتهام طراحی یک حمله دیگه به 4 سال زندان و درمان روانپزشکی محکوم شده و در فهرست افراد تحت نظر پلیس قرار داشت. او پیش از حمله روز شنبه در یک ویدیو با داعش و دولت‌های اظهار همدلی کرده که از گروه‌های شبه نظامی افراطی حمایت می‌کنند. رجب‌پور میاندواب زمان دستگیری به پلیس گفته بود که ناراحت چون مسلمانان بسیاری در افغانستان و غزه کشته می‌شوند. چندین پرونده درباره این افراد تندرو بیمار وجود دارد که شبانه روز از سوی پلیس و سرویس های اطلاعاتی ما رصد میشن. ما دائما به دنبال راههایی برای کنترل این افرادیم تا زمینه بروز هر اقدام مجرمانه ای که ممکن است علیه شهروندان انجام بدهند را از آنها بگیریم و سعی میکنیم راههایی برای ممانعت و محدودیت آنها پیدا کنیم. اینها آدم های بالقوه خطرناکی هستند، اما یک از امکاناتی که نداریم و جای خالیش در سرویس پلیس و دستگاه های امنیتی حس میشود این است که امکان مجبور کردن آنها برای مراجعه به روانپزشک یا حبس کردنشان در بیمارستان‌های روانی را نداریم. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در پاریس با ماست. آقای ایجادی، سوای حالا مشکلات احتمالی روانی این متهم، کلن در مورد جامعه ایرانیان فرانسه هم یک اقدام این چنینی کم نظیر اگر بی نظیر نباشه، نه؟ کاملا در واقع این واقعه برای خود ایرانیان بسیار بسیار تعجب انگیز بود و به ویژه اینکه مشخصاتی که راجع به این فرد تا به حال منتشر شده دقیقا روشن نیست. ظاهرا در سال 2015 بنابر گفته پلیس در واقع به نوعی به اسلام در می آید. حال آیا خانواده او به فرض در یک به اصطلاح اهل سنت بوده یا اهل شیعه بوده ما نمیدانیم. و اینکه اگه اهل سنت هم بوده به اسلام که نمیشه بگیم گرویده، مگر اینکه غیر مسلمان بوده دیگه. یه حالت سوم این هستش که غیر مسلمان باشه، به این معنا که گرویده یعنی در ضمن اعلام نزدیکی با گرایش های تروریستی رو در واقع کرده به این معنا. ولی چون همدلی با داعش کرده یکم به نظر میاد که اگر واقعا یعنی تفکر اسلامی پشتش باشه بعید شیعه باشه، نه؟
بله بعید شیعه باشه و به همین خاطری که یا از اگر شیعه باشه از شیعگریش بریده به این سمت اومده، یا اگر هم اهل سنت باشه عملا به گرایش تروریسم جهادیستی در واقع داعش روی آورده، یا اینم که چه بسا در واقع فاقد یک دین خاصی بوده و به این ترتیب از 2015 به تمایلات اینچنینی افراطی در اون روش میکنه. ولی به هر حال اتفاقی که میافته از 2015 به این طرف، یک سال بعدش اقدام تروریستی میکنه که همون گونه که شما یادآوری کردید برای 4 سال زندان، و پس از اینکه در سال 2020 از زندان در واقع بیرون میادش تحت مداوا البته بود، ولی که بر اساس گزارش پلیس از یک سال پیش به شکل فعالی در شبکه‌های در واقع وابسته به جهادیستا فعال بوده و حرکت میکرده و با 4 نفر از افراد در واقع تروریستایی که دستگیر شدن یا کشته شدن، اینها در ارتباط با این افراد بوده این فرد، و بنابراین در یک فضای عمومی اسلامگرایی شدید یعنی جهادیسم تروریستی قرار داشته. و این که صحبتی که امروز در فرانسه است در ارتباط با مسائل به اسلام مربوط به روان او، از نظر برخی از افراد این است که این جنبه میتواند وجود داشته باشد، ولی نظر دیگه ای وجود دارد که چه بسا در تمام این دوران باز او در واقع اهل تقیه بوده و به نحوی در واقع پوشش داده به نوع رفتارهای خودش تا اون لحظه ترور. یک مشکل جدی هست در فرانسه این افراطی گرایی جامعه‌ای که بخششون بالاخره پیشینه مسلمانی داره، اینطور نیست؟ چرا اینقدر شدید این بحران در فرانسه؟ ببینید کاملا صحیح میفرمایید. ما در فرانسه حدوداً بر اساس آماری که الان داریم 8300 نفر در لیست در واقع افراد رادیکال افراطی قرار گرفتن که از میان اینها حدوداً 600 نفرشون در ارتباط با جریانات تروریستی به نحوی قرار داشتن، یعنی این رو پلیس اعلام میکنه. و به این ترتیب هستش که عملاً یک لشکر بسیار گسترده‌ای هست و در واقع جریانات تروریستی نسبت به فرانسه بسیار بسیار در واقع خشم‌آلود هستن و اهل در واقع کینه‌ورزی می‌کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوع به هر حال مدیریتی که در فرانسه هستش نسبت به اون اعمال در واقع دارن کینه رو نشون میدن، و از سوی دیگه جامعه فرانسه به لحاظ سنتش، به لحاظ لایسیتش، به لحاظ برها قوانینی که وجود داره، اینها به هر حال همیشه بهانه‌های گیر میارن. ولی که شما توجه داشته باشید که این عده‌ای که حدوداً از کسانی که رفته بودن به منطقه عراق و سوریه در چارچوب داعش، حدوداً عرضم حضورتون که 387 نفر از میان اونها بازگشت دادن آمدن در فرانسه، که برخی از اینها در زندان هستن، برخی از اینها در واقع زیر کنترل در خانواده ها هستن. همیشه اینها چه کسانی که در زندان هستن چه کسانی که در خارج از زندان هستن، یک پتانسیل خطر بسیار بزرگی رو تشکیل میده. بر اساس گفته پلیس حدوداً از مجموعه این آدم های 8300 تا 30% رو پلیس کنترل میکنه، و بنابراین بقیه هر لحظه میتوانن به اقدام‌های تروریستی روی بیاورن و فقدان نیروهای لازم عملاً این آدم‌ها رو در واقع به فرصتی براشون به وجود میاره که وارد اقدام‌های تروریستی بشن. آقای ایجادی، چون شما استاد جامعه شناسی هستید، اینو ازتون بپرسم، چه هستش که در فرانسه علی‌رغم اینکه اتفاقاً تلاش بیشتری به نظر میاد که در مقایسه مثلا با بریتانیا یا ایالات متحده برای ادغام جامعه مهاجر در فرهنگ فرانسوی صورت میگیره، این تنش‌ها بیشتر است از جایی مثلا مثل بریتانیا یا ایالات متحده؟ یه واقعیت هستش که در فرانسه کشوری هستش که به شدت مورد حمله تمام جریانات تروریستی قرار داره، یک واقعیته. و از سوی دیگه هم همینطور کسانی هم که گرایش‌هایی هم که تروریسم رو ندارن ولی که به هر حال جریانات افراطی هستن، خیلی علیه جامعه فرانسه اقدام میکنن. و باور بفرمایید همون گونه که شما مطرح کردید، از میان حدوداً 6.5 میلیون نفر مسلمانی که در این جامعه هستن، بخش اکثریت این
افراد در شرایط بسیار عادی و قانونی دارن زندگی میکنن، کار میکنن و مالیات میپردازن و در سمتهای دولتی و خصوصی دارای نقش هستن. یک اقلیتی هست که این اقلیت ارتباطی پیدا میکنه با ضمیر ناخودآگاه و یا ذهنی اونها با استعمار فرانسه در گذشته نسبت به الجزایر، از سوی دیگر در ارتباط با خود در واقع گفتمان در اینجا در ارتباط با لایسیته و اینکه مخالفت کرده که امر دین در درون مدرسه برای افراد کمتر از 18 سال وارد بشه، پیوسته از این زاویه این اقلیت دشمنی خودشو و مخالفت خودشو پیوسته نشون داده. و این اقلیت شما در نظر داشته باشید کسانی که به عنوان نمونه در 2015 رفتن و ترور کردن شارلی ابدو رو، فقط و فقط به این خاطر ترور کردن که گفتن که شارلی ابدو پیامبر ما رو در واقع فکاهیشو کشیده و ما نمیتوانیم قبول کنیم. پس بنابراین خود نوع شارلی ابدو هم جزء فرهنگی اینجا هستش. این چنین فرهنگی در انگلستان وجود نداره، در آمریکا وجود نداره. بنابراین این واکنش ها در ضمن در ارتباط با مجموعی عوامل هم تاریخی، هم فرهنگی، هم هنری و غیر و غیره قرار می گیرد و بنابراین برای دولت فرانسه یک وظیفه بسیار بسیار دشواری هست در این مملکت. ممنونم از شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در پاریس. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی که پنجشنبه پیش بازداشت شده، امروز دوشنبه با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته که از عصر دیروز به بند پذیرش زندان دستگرد اصفهان منتقل شده. وکیل توماج صالحی هم با تایید این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشته برای پرونده اخیر هیچ قرار تأمینی صادر نشده، اما در پرونده قبلی قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده. به گفته امیر رئیسیان، اتهامات او نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظامه. همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ماست. چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد بازداشت دوباره او و جزئیات پرونده؟ فرداد، همونطور که میدونی و ما کیفیت دستگیریش رو تو شبکه‌های اجتماعی خوندیم، به هر حال توماج مدت زمان کوتاهی، یعنی حدود 12 روز بعد از آزادیش در خیابانی در بابل با وضعیت خشونت‌آمیزی دستگیر شد. تو شبکه اجتماعی ایکس، تو صفحه خود توماج صالحی که از طریق یکی از دوستان مورد اعتمادش در واقع اداره میشه، گفته شد که با قنداق تفنگ اون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و بعد هم اون رو به یک مکان نامعلومی منتقل کردن. خبری ازش نبود تا امروز دوشنبه که هم خود صفحه اجتماعی توماج و هم صفحه آقای رئیسیان اعلام کردن که با خانوادش تماس گرفته و گفته که اون رو منتقل کردن به زندان دستگیر در اصفهان. دلیل انتقالش همین هست که به هر حال توماج ساکن اصفهانه و پرونده اون در شعبه یک دادگاه انقلاب و اونجا مورد رسیدگی قرار میگیره و همین دلیل هم طبیعتاً اون باید به اونجا منتقل میشده. خود آقای رئیسیان در پیش از این، یعنی در روزهای منتهی به آزادی توماج، در گفتگو با شبکه شرق توضیح داده بود که بعد از درخواست فرجام خواهی توماج، شعبه 39 دیوان عالی رسیدگی کردن پروندش رو و بعد از وجود یه سری ایراداتی که در دادنامه اولیه شاهد بودن، مجددن پرونده رو ارسال کردن برای رسیدگی مجدد به شعبه یک دادگاه انقلاب. پرونده رفته اونجا. خود دیوان عالی کشور تشخیص داده که قرار تأمین و قرار بازداشت توماج میتونه تبدیل بشه به قرار وثیقه. قرار وثیقه براش صادر کردن و اون بعد از بیش از یک سال زندان، که به گفته نزدیکان توماج بیش از 250 روزش در زندان انفرادی به سر رفته بوده، آزاد شده. بعد از اینکه آزاد شد، ما شاهد بودیم که به هر حال یه ویدیوی تفصیلی منتشر کرد، شهر داد جریان شکنجه هایی که بر اون شده بود، چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ روحی، و رفتارهای فراقانونی که تو این جریان نسبت بهش انجام شده بود. تو این ویدیو هم ذکر کرد یه نکته ای رو که من هم وکیلم،
از ضابط قضایی شکایت کردیم به دلیل همین رفتارهای فراقانونی. حالا جریان چیه؟ در واقع هیچ منبع رسمی نیومده اعلام بکنه که به مصداق وجود این ویدیو و شرح شکنجه ما اومدیم توماج رو دوباره بازداشت کردیم، بلکه اونو به دلیل نشر اکاذیب خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه مستقیم نوشته که به این دلیل دستگیر شده که بعد از اظهار نظر کسب کرده، یعنی بعد از اظهار نظر توماج در مورد اینکه من شکایت کردم از ضابطین قضایی استعلام شده و هیچ شکایتی از طرف توماج و وکیلش در واقع ثبت نشده و به همین دلیل هم توماج مجددا بازداشت شده، که البته دو روز قبل در همون شبکه ایکس آقای رئیسیان مدارکی داله بر این شکایت رو ارائه داده و گفته که اونا به دادسرای به اصطلاح دولت شکایت کردن در مورد همین رفتارهای فراقانونی که با توماج شده. الان وکیلش اومده توی همین شبکه اجتماعی ایکس یه سری ایرادات جدی وارد کرده به پرونده، یه سری مسائلی رو مطرح کرده، از جمله این که گفته برای دستگیری مجدد توماج قرار تامین صادر نشده. قاعدتاً پرونده جدید تشکیل شده دیگه، قاعدتاً اتهام جدید بهش الساق کردن، باید قرار بازداشت جدید براش صادر بشه. این کارو نکردن، بلکه اومدن قرار وثیقه همون پرونده قبلی رو تمدید کردن. مورد دیگه ای که خود آقای رئیسیان روش تاکید کرده این هست که توماج روز 9 آذر ماه بازداشت شده. قرار وثیقه‌ای، قرار بازداشت جدیدی که براش صادر شده روز 12 آذر ماست. این گپ چی میشه؟ یعنی به لحاظ قانونی نمیتونه، یه فاصله چند روزه هست، چرا بازداشت شده بدون هیچ قراری؟ و اینکه یه مورد دیگه‌ای که مطرح کرد اینه که چرا اظهار نظر توماج در مورد طرح شکایت از ضابطین قضایی اساساً باید تبلیغ علیه نظام محسوب بشه، کما اینکه خود وکیل هم پیش از این آسیب‌های فیزیکی که به توماج وارد شده بود رو اعلام کرده به مراجع قضایی. ممنونم از تو ماهرخ غلام‌حسین‌پور، همکارم اینجا در استودیو در مورد پرونده توماج صالحی. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان می‌بریم.